5 روش عالی برای مبارزه با افسردگی. اگر احساس افسردگی می کنید، بهتر از کار برای مبارزه با آن انجام دهید. افسردگی خود به خود رفع نمی شود علاوه بر کمک گرفتن از طبیب یا تراپیست. این 5 روش را نیز مورد ملاحظه قرار دهید تا حس بهتری داشته باشید. اما قبل از آن فراموش نکنید که چینل کابل میدیا را سابسکرایب نموده و زنگ را فشار دهید. شماره 1. ورزش کنید. هر روز 15 تا 30 دقیقه پیاده روی کنید یا حرکات نرمشی انجام دهید. بدوید یا بایسکل رانی کنید. افراد که افسردگی دارند زیاد دوست ندارند فعالیت کنند، ولی باید خودتان را مجبور به این کارها نمایید. اگر به انگیزه نیاز دارید، از دوستانتان بخواهید شما را همراهی کنند. وقت عادت ورزش برای شما همیشگی شد، مدت زیاد طول نمی کشد که تغییر در روحی خود حس می کنید. علاوه بر ورزش، حرکات یوگا نیز به تسکین حس افسردگی کمک می کند. در وبسایت های مخصوص یوگا حرکاتی را می یابید که می توانید آنها را در منزل تمرین کنید. دو جنبه دیگر از یوگا تمرینات تنفسی و مدیتیشن است که هم به دادن حس بهتر به افراد افسرده کمک می کنند. شماره 2. با تغذیه خوب به خودتان برسید. افسردگی بر اشتها هم تاثیر می گذارد. البته در افراد مختلف این موضوع متفاوت است. بعضی ها اصلا دوست ندارند چیزی بخورند و بعضی ها زیاد غذا می خورند. اگر افسردگی بر اشتهای شما اثر گذاشته است، باید به تغذیه خود دقت کنید. تغذیه درست بر روحیه و خلق و خو انرژی شما تأثیر دارد. میوه، سبزیجات و وعده های غذایی منظم داشته باشید. حتی اگر احساس گرسنگی نمی کنید، سعی کنید چیزی بخورید، مثلا میوه بخورید. شماره 3. مشکلات را شناسایی کرده و زیاد با آنها فکر نکنید. سعی کنید موقعیت های مشکلزا را که افسردگی شما را بیشتر می کنند بشناسید. اگر می دانید چی چیز شما را ناراحت می کند، در مورد آن با دوستانتان حرف بزنید. حرف زدن روش خوبی برای آزاد کردن احساسات و دریافت کردن توجه از سوی دیگران است. اگر کسی را ندارید که این چیزها را به او بگویید، نوشتن آن در دفتر خاطرات هم گزینه خوبی است. وقت درد دل می کنید و افکار و احساسات خود را بیرون می ریزید، به چیزهای مثبت رو می آورید. برای حل مشکلات اقدام بکنید. اگر به کمک نیاز داشتید کمک بخواهید. حس ارتباط با دوستان و خانواده می تواند افسردگی را تسکین دهد. شماره 4. جوانب مثبت هر موضوع را ببینید. افسردگی بر افکار فرد اثر می گذارد و باعث می شود که همه چیز منفی، ناامید کننده و تیره و تار به نظر برسد. اگر افسردگی باعث شده که فقط چیزهای منفی را ببینید، تلاش کنید تا چیزهای خوب و مثبت زندگی را هم ببینید. سعی کنید اول به یک چیز و بعد به چیز دیگر فکر کنید. نقاط قوت خود، استعدادها و نعمتهایی که دارید برای خود برشمارید. مهمتر از همه فراموش نکنید که نسبت به خودتان صبر داشته باشید تا افسردگیتان به تدریج درمان شود و از بین برود. درمان افسردگی پروسه زمان بر است. شماره 5. حرف دلتان را بزنید. وقت افسرده می شوید، حس خلاقیت و سرگرمی و تفریح را از دست می دهید. از تخیلتان استفاده کنید، به کارهای مانند نقاشی، طراحی، خیاطی، نویسندگی، عبادت، شعر گفتن یا هر فعالیت مثبت دیگری بپردازید. این کارها نه تنها استعدادهای شما را شکوفا می کنند، بلکه حس مثبت شما را تقویت می کنند و افسردگی شما را کمتر می کنند. با دوست یا حیوان خانگی خود بازی کنید یا با هم کار سرگرم کننده انجام دهید. چیزهای خنددار پیدا کنید، فیلمهای کمدی ببینید. خندیدن به بهبود روحیه کمک می کند. دوستان عزیز، امیدوار هستم معلومات مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تشکر از توجه شما.